سلام عزیزان، امیدوارم که خوب و خوش باشید. خوشحالم از اینکه یک بار دیگه مهمون خونه هاتون شدم. امروز با آموزش یک غذای خیلی خوشمزه و قدیمی ایرانی به نام دمپختک در خدمتتون هستم. امیدوارم که بپسندید. با معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع میکنیم. احتیاج داریم به 3 پیمونه برنج، 1.5 پیمونه لپه باقالی، 1 عدد پیاز سفید بزرگ، 50 گرم کره، نمک 1 قاشق غذاخوری، زردچوبه 1 قاشق غذاخوری و در صورت تمایل مقداری زعفران دم کشیده. خب ابتدا پیازمون رو نگینی خورد میکنیم و داخل یک قابلمه 5-6 قاشق روغن میریزیم و پیازامون رو سرخ میکنیم تا به این صورت طلایی رنگ بشه. در همین حد کافیه، پر رنگ تر از این نباید باشه. بعد از اینکه پیازامون طلایی شد، زردچوبمون رو به غذا اضافه میکنیم. فقط یادتون باشه که زردچوبه نباید مقدارش کم باشه، چون ادویه اصلی این غذا زردچوبه هستش. و تا یادم نرفته اینو بگم که اصل غذا احتیاج به زعفرون نداره و اگر شما مایل هستید میتونید اون رو اضافه کنید. من اضافه نمی کنم. خب بعد از اینکه زردچوبه‌مون رو یه مقدار تفت دادیم که بوی خامی اون گرفته شد، برمیگردم و دوباره فیلم. خب زردچوبه رو به همراه پیازداغمون تفت دادم و حالا نوبت اضافه کردن لپه باقالیمون میرسه. لپه باقالی رو باید بشوریم و از 3 ساعت قبل اون رو در آب خیس کنیم تا نرم بشه، چون اگر خشک وارد این قابلمه بکنید معمولا سفت میمونه، پس باید اون رو از قبل خیس کرده باشیم. خب حالا توی این مرحله لپه باقالیمون رو اضافه میکنیم و حدود 2-3 دقیقه اونها رو با هم تفت میدیم. اینجوری لپه هامون مزه دار میشه. 2-3 دقیقه که تفت دادیم کافیه. خب دوستان عزیزم، حدود 3 دقیقه من لپه باقالی ها رو داخل قابلمه تفت دادم. توی این مرحله نوبت اضافه کردن آبمون میرسه. میزان آب هم بستگی به نوع برنجتون داره و معمولا به میزان هر پیمونه برنج 2 پیمونه آب میریزیم. جوش بیاد. وقتی که جوش اومد برنجمون رو بهش اضافه میکنیم. خب قابلمه ما به جوش اومد، حالا نوبت اضافه کردن برنجمون میرسه. برنج رو بهش اضافه میکنیم و بدون اینکه درش رو ببندیم با در باز و شعله متوسط اجازه میدیم که آب قابلمه کاملا جذب برنج بشه، کاملا آبش کشیده بشه. بعد دوباره خدمتتون توضیح میدم. خب کم کم آب برنجمون داره کشیده میشه. توی این مرحله نمکمون رو اضافه میکنیم. و سعی میکنیم که برنج ها رو از کناره قابلمه
وسط قابلمه به این حالت ببریم. این کار باعث میشه که برنج های کنار قابلمه له نشه. خب بعد از این که قابلمه ما آبش کشیده شد، کاملا کشیده شد، باید اون رو روی درجه حرارت خیلی ملایم بذاریم و ادامه‌ش رو برمیگردم و خدمتتون توضیح میدم. خب عزیزان، همونطور که میبینید آب قابلمه ما کشیده شده، به این صورت برنج‌ها رو بذاریم وسط قابلمه. شعله اجاق گازتون رو ملایم میکنید، خیلی خیلی کم باشه. خب توی این مرحله یه مقدار کره‌ای رو که داشتیم برش میدیم و روی دمپختکمون قرار میدیم، چون این غذا یه مقداری خشکه، در نتیجه باید روغنش رو اندازه کنید. من کره رو انتخاب کردم برای روی دمپختک. خب حالا که آب خشک شده و کرمون رو گذاشتیم، شعله گاز هم کم هست، در قابلمه‌مون رو میذاریم و اجازه میدیم که حدود نیم ساعت تا 45 دقیقه غذای ما درست بشه، پخته بشه. بعد از اون هم برمیگردم و خدمتتون نشون میدم. این غذا در عین سادگی بی نهایت خوشمزه هست. من خودم عاشق این غذا هستم. توصیه میکنم که این غذای ساده رو درست کنید و مطمئنم که خیلی دوست خواهید داشت. خب دوستان، حدود 40 دقیقه گذشت و همونطور که میبینید دمپختک ما آماده شده. چقدر عالی و خوب، برنج هامون اصلا له نشده و خوش رنگ، خوشبو و عالی. این غذا رو معمولا با نیمرو سرو میکنن و با انواع ترشی ها، سیر ترشی و یا سیر ماست، هر کدوم که خودتون مایل هستید. خب من این غذا رو داخل یک ظرف سرو میکنم و خدمتتون نشون میدم. خب دوستان عزیزم، دمپختک ما هم آماده شد و من اون رو به این صورت سرو کردم. یه مقداری از تردیگای اون رو هم کنارش قرار دادم به همراه پیاز داغ و اون رو با سیر ترشی و ترشی لیته سرو میکنم. امیدوارم که از این برنامه هم خوشتون اومده باشه. لطفاً برنامه های من رو به اشتراک بگذارید و اون رو به دوستان و آشنایانتون معرفی کنید. در ضمن سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. تا یک برنامه دیگه، خدا